دوستان عزیز، قبل از شروع ویدیو، اگر ویدیوی ما قابل پسند شما باشد، لطفاً لایک نموده و برای باخبر شدن از ویدیوهای آینده ما در کانال مشترک شده و زنگ کانال را روشن نمایید. سلام به شما دوستان و دوستداران برنامه معلوماتی. از خداوند امید صحت شما را دارم. امروز میخوایم معلومات خوبی در مورد کمخونی جمع‌آوری کردیم و به خانش بگیرم. امید است مورد قبول خاطر شما قرار بگیرم. کمخونی وضعیتی است که در آن تعداد یا اندازه گلوبول های سرخ یا مقدار هموگلوبین موجود در خون کاهش یافته و تبادل اکسیژن و دی اکساید و دی اکساید کربن بین خون و سلول ها دچار اختلال می شود. منظور از کمخونی های تغذیه‌ای کمخونی هایی است که در اثر دریافت کم مواد غذایی ایجاد می شود. از مهمترین مواد غذایی جهت خونسازی که کمبود آن در خون بدن موجب بروز کمخونی می شود می توان به آهن و ویتامین B12 اشاره کرد. منابع غذایی آهندار: آلو، خربوزه، کاهو، سبزی ها، آب مالته، لیموی شیرین و ترش، سیب، آناناس، لبلبو، کدوی تنبل، بادنجان رومی، شلغم، جگر، گوشت قرمز، عدس، لوبیا. کدوی تنبل یا زرد کدو یکی از غذاهای فصلی است. کدو از بهترین غذاهای سالم و مفید در جهان ثابت گردیده. نه تنها کدو منبع خوب برای اشخاص کم خونند، بلکه استفاده از تخمه‌های آن برای اشخاصی که خواب کم دارند نیز مؤثر است و خواص ضد سرطانی دارد. شلغم یکی از سبزیجات بسیار مفید است که قوی ترین آنتیبیوتیک ها را بازی می کند. اما متاسفانه چون نسبت به انواع دیگر سبزیجات کاربرد آن کمتر است. شلغم سرشار از آهن است که برای درمان کمخونی مؤثر بوده. شلغم خاصیت های زیادی برای بهبود سلامتی در بدن دارد، اما به طور خلاصه می توان گفت که شلغم سرشار از ویتامین C و آهن است که ضد التهاب، ضد سرطانی، بهبود سلامت پوست و مو و درمان سرماخوردگی، تقویت کننده استخوان ها نیست می باشد. آلو که انواع و اقسام مختلفی دارد، شامل آلوهای زرد، سیاه، سرخ، آلوچه، آلوی ترش جنگلی که تقریبا خواصهای مشابه دارند. آلو دارای ویتامین های آ، بی، بی دو و عناصر مثل کلسیم، فسفر و مگنیزیم بوده، سرشار از آهن و گوگرد می باشد که مصرف آن موجب ازدیاد خون در بدن شده، جلوگیری از فشار خون، کنترل قند خون و پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی شمرده می شود. جگر سیاه علاوه بر آهن سرشار از ویتامین های گروه ها به منبع خوب اکسید فولیک است. جگر سیاه و سالم گاو و یا گوسفند منبع غنی افزایش خون برای اشخاصی که دچار کمخونی هند می باشد. حبوبات به ویژه عدس سرشار از آهن است. یک گلاس عدس می تواند 37% نیازهای روزانه آهن بدن ما را تامین کند. در کنار عدس توصیه می شود که از آب میوه ها که دارای ویتامین C اند مصرف کنید، زیرا ویتامین C باعث می شود که آهن بیشتر جذب بدن گردد. سبزی معطر علیه کمخونی. شما که جز آن دسته افراد هستید که دچار کمخونی هستید، به شما توصیه میکنیم تا در غذاهای مصرفی روزانه خود نعنای تازه را فراموش نکنید.
نعنا برای عظم و سنگینی معده می تواند مفید باشد و به دلیل داشتن ویتامین B1, B3 و B2 اشتها آور بوده و سرشار از فولاد است. فولاد موجود نعنا کسانی که فقر آهن دارند می تواند مفید باشد. دوستان عزیز، ای بود معلومات در مورد کسانی که کم خون هستن. خدا کنه مورد قبول و توجه شما قرار گرفته باشه. شما رو به الله پاک بی نیاز می سپارم. موفق باشه.